Hey guys, it's Amir. نگم؟ چرا؟ همه دارم میگن. اوکی. گلاسیا سلام. امروز می‌خوایم با هم دیگه در مورد یکی از فیلم‌های خوب اسپانیا یعنی ورونیکا محصول 2017 صحبت کنیم که یکی از دوستانم کامنت گذاشت. این فیلم بر اساس داستان‌های واقعیه و توی پرونده‌های جنایی اسپانیا به عنوان اولین پرونده ماوراءطبیعی رسمی ثبت شده. اگر هم که پیگیر نتفلیکس و اینجور داستانا باشید حتما می‌دونید تو سال 2017 که این فیلم اومد کلی ازش تبلیغ شده و می‌گفتن یه سری واسه فیلم خاموشش کردن انقدر ترسناک بوده. بریم با هم ببینیمش. حواسمون به اسپانیا کامل صحنه‌های خشنش هم باشه. با شروع فیلم میریم به سال 1991. یک کارگاه پلیس پیامی دریافت میکنه که باید خودش رو به صحنه جرم وحشتناکی برسونه. همین که میرسه میبینه دوتا بچه بی سرپناه تو خیابون وایستادن و یه زن میدوه طرفشون اونا رو بغل میکنه. بعدم بهشون میگه دو نفر دیگه بالانس سری خودتون رو برسونید. کارگاه و تیمش میرن بالا و صحنه که میبینن خوشکشون میزنه. حالا میایم به سه روز قبل، یعنی جون 1991 روز 12، با دختری به اسم ورونیکا آشنا میشیم که از خواب بیدار میشه و میره سه تا خواهر و برادر دیگه‌ش رو هم بیدار میکنه که همه برن مدرسه. دو تا خواهر کوچیک‌تر خودش داره و یه برادر که همه کوچیک‌تر و اسمش هم آنتونیتوه. متوجه میشیم مادرشون هم خوابیده و انگاری کلاً توجه زیادی به بچه‌ها نداره. ورونیکا میره طبقه بالا تا پروژه‌ای که برای مدرسه‌اش هست رو برداره. این وسط یواشکی میره سراغ آلبوم عکس‌ها و عکسی از پدرش که جونش رو از دست داده رو هم برمی‌داره. یه لحظه هم مادرش تازه بیدار میشه و میگه چیکار داری؟ که ورونیکا میپیشونه و با خواهر و برادرش میره مدرسه. میریم به کلاس ورونیکا. میفهمیم که امروز خورشید گرفتگی و معلمشون داره در مورد این قضیه صحبت می‌کنه. میگه یه سری از فرهنگ‌های قدیمی که جادوگری و این چیزها هم قاطیشون بوده، اعتقاد داشتن که باید زمان خورشید گرفتگی انسان قربانی بکنن تا بتونن به هدف‌هاشون برسن. این وسط یکی از دوستای ورونیکا یواشکی صداش می‌کنه و میگه صفحه احضار روح آوردی یا نه؟ که ورونیکا به کیفش اشاره می‌کنه و میگه آره همراه. میفهمیم یه نقشه‌ای با هم دیگه ریختن. یه دفعه یکی از مسئولای مدرسه میاد و میگه خورشید گرفتگی شده و همه میرن بیرون که تماشا کننش. ورونیکا هم با دو تا از دوستاش از این حواس پرتی استفاده می‌کنن و یواشکی به زیرزمین مدرسه میرن. یه جای خیلی درب و داغون که ورونیکا و دوستاش هم برنامه ریختن تا با استفاده از یه صفحه ویجا یا همون صفحه احضار با پدر ورونیکا ارتباط برقرار کنن، چون ورونیکا دلش براش تنگ شده. میان دور هم دیگه میشینن و صفحه رو میچینن. ورونیکا یه کتاب تاریخی هم در مورد همین جور کارهای ماوراءطبیعی داره که اونم میذاره رو میز و عکس پدرش هم کنار اون میذاره. دستشون رو روی همون صفحه ویجا میذارن و همین لحظه خورشید گرفتگی هم رخ میده. دخترها که همه چیو تقریبا شوخی گرفتن سوال میکنن کسی اینجاست یا نه. چشمی که دستشون روشه خود به خود حرکت میکنه و میره روی کلمه آره. میپرسن تو پدر ورونیکایی؟ و یه رفعه خود به خود اون صفحه حرکت میکنه، اونم همزمان با لحظه ای که تقریبا نصف ماه جلوی خورشید رو گرفته. دخترها یکم ترسیدن ولی شروع میکنن به مسخره بازی که یکی از خودمون حتما صفحه رو تکون میداده و همین لحظه دوباره اون چشمی شروع به حرکت با سرعت خیلی بالاتری میکنه. بعدم وسط صفحه وامیسته و در حالی که ماه تقریبا کل خورشید رو گرفته، دست دوستهای ورونیکا به صورت عجیبی میسوزه. اما ورونیکا هیچ مشکلی براش پیش نمیاد. خورشید دیگه کاملا گرفته شده و همین لحظه شیشه زیر دست ورونیکا کاملا میشکنه. خونی که از دستش داره میاد روی خورشید روی صفحه ویجا میریزه. دختره دیگه خیلی ترسیدن و اتفاقی شمعهای دورش رو میریزن رو زمین و یه تیکه از زمین آتیش میگیره. مشغول خاموش کردن اون میشن و بالاخره با چراغ قوه اتاق رو روشن میکنن که میبینن ورونیکا افتاده رو زمین و داره جمله های عجیب و غریبی و تون تون به زبون میاره. موفق میشن بالاخره اون رو صداش بکنن، ولی همین که ورونیکا بلند میشه از ته دلش فریاد میکشه. سکانس بعد میفهمیم که ورونیکا بعد اون اتفاق از حال رفته و حالا توی بیمارستان مدرسه به هوش میاد. پرستارم بهش میگه احتمالا فشارت افتاده و فقط چند تا قرص براش مینویسه. ورونیکا میره دنبال خواهرها و برادرش تا برند خونه که یکی از خواهرش میگه نگاه کن یه نفر داره نگات میکنه. ورونیکا به بالای ساختمان مدرسه زل میزنه که راهبه نابینای مدرسه وایساده و همینطوری داره نگاهش میکنه. میرسن به خونه. وقتی که ورونیکا تنها میشه متوجه میشه قسمتی از کیفش سوخته و همین که بازش میکنه حس میکنه قسمت سوخته شده کیف به خاطر اون صفحه احضار روحیه که حالا شکسته. بعدن کیفشو آویزون میکنه و همین که میخواد بره بیرون انگار یه نفر دوباره اون کیفو میندازه زمین. این بار برای اینکه همچین اتفاقی نیفته میذارتش زیر تخت و با خیال راحت میره بیرون. سکانس بعد همه سر میز غذا ان که یه رفیق ورونیکا حالت عجیبی میگیره. غذا رو لب دهنش نگه داشته و مدام میلرزه. برادر کوچیکش خیلی میترسه و خواهر بزرگتر رو صدا میکنه. خواهر دیگ
دیگه ظرف شیر رو میندازه و همین باعث میشه ورونیکا به خودش بیاد. یه دفعه هر چی خورده رو هم بالا میاره. هر لحظه هم داره همه چیز عجیب تر میشه و این بار وقتی که ورونیکا میره جلوی آینه متوجه رد چنگی روی شونه خودش میشه. رد چنگی یه خورده به سوختگی شباهت داره. همینجا هم تلفن خونه زنگ میخوره و یکی از دوستای ورونیکا قرار بوده با هم برن بیرون و دوستش کنسل میکنه، میگه با مامانم میخوام برم جایی کار دارم. وقتی ورونیکا دوباره بهش زنگ میزنه متوجه میشه دوستش دروغ گفته و داره با همون یکی از رفیقاش که با هم دیگه داشتن احضار روح میکردن وقت میگذرونه، انگار میخوان ورونیکا رو بپیچونن. ساعت دیگه گذشته و ورونیکا داره برادر کوچیکش آنتونیتو رو میشورتش. یه دفعه صدای ضربه های بیرون اتاق میاره، فکر میکنه دوتا خواهر دیگه اش دارن دعوا میکنن. صدا انقدر زیاد میشن که میره بیرون و تازه میفهمه دوتا خواهر دیگه اصلا اون طرفی که صدا میومد نیستن، صدا از اتاق خودشه. با نگرانی میره تو که یه دفعه صدای فریادهای آنتونیتو تو کل خونه میپیچه. ورونیکا با نگرانی برمیگره تو حموم و میبینه که آب خیلی جوش شده و برادرش داره کاملا میسوزه. سری میارتش بیرون و میبره رو تخت و شروع میکنه به زدن کرم سوختگی به بدنش. شب شده و ورونیکا داره ظرفا رو میشوره که نگاهش به لیوان برعکس کنار ظرفشویی میفته. یه دفعه انگار یاد همون نشونه‌ای که روی صفحه احضار روح بود افتاده و ناخودآگاه انگشتش رو میذاره روش که همین لحظه هم تلویزیون خونه خود به خود روشن میشه. با ترس میره تا تلویزیون رو خاموش کنه و این لحظه ما میبینیم که یه موجود ماوراءطبیعی پشت سرش وایساده و داره نگاهش میکنه، اما خودش متوجه نمیشه. بعدم میره بخوابه و اول از همه کیفش رو از زیر تخت برمی‌داره و این بار میذاره توی کمدش. خوابیده و یه دفعه با صدای خواب میپره، میبینه در کمد خود به خود باز میشه. دوباره با ترس میره اونجا و میبینه که خواهر و برادر کوچیکش توی کمد قایم شدن. حالا صدای پشت سرش میاد و با وحشت برمیگرده و خوشکش میزنه. پدر خودش رو میبینه که به صورت برهنه وایساده و داره آروم آروم به طرفش قدم برمیداره. دختر با ترس میاد عقب که یه دفعه چند تا دست کاملا سوخته اونو میگیرن و روی تخت نگهش میدارن. این در حالیه که بدن پدرش کم کم سیاه میشه و حالت شیطانی میگیره و انگاری کاملا میره تو دهن ورونیکا. دختر ته دل جیغ میکشه و وقتی چشماشو باز میکنه میفهمه همه اینها یه کابوس بودن. حالا 13 ژوئن یعنی یک روز از شروع قضیه گذشته. ورونیکا سر کلاسه و معلمشون داره میگه که یه وقتا آدم‌ها میان مرز بین واقعیت و خیال رو کنار میذارن. این به شدت خطرناکه به خاطر اینکه قطعا در آینده گریبانگیرشون میشه. از اون طرف هم ورونیکا میبینه که دوتا لوس صمیمیش دارن با همدیگه یواشکی صحبت میکنن و دیگه اصلا انگار اونو کلا کنار گذاشتنش. ورونیکا هم خیلی بهش برخورده و اوتا خارج میشه و یواشکی میره به همون زیرزمینی که اون احضار روح انجام داده بودن. منتها این دفعه همون راهبه نابینا رو میبینه که گوشه زیرزمین نشسته. با آرومی سمت ورونیکا میاد و میگه تو میخواستی با یه روح ارتباط بگیری و مطمئنم که جواب تو داده. ورونیکا با آرومی عکس پدرش رو سمت این راهبه میگیره. راهبه با اینکه هیچ چیزی نمیبینه دستی به عکس میکشه و میگه روحی که من الان دارم کنار تو حس میکنم برای پدرت نیست. بعدم میگه خیلی مراقب خواهر و برادرت باش چون از دیروز شیطان داره کنار تو قدم میزنه. وقتی هم میاد بیرون یکی از دوستاشو تنها گیر میاره و میپرسه چرا دارید با من اینطوری میکنید. اونم میگه به خاطر اون رفتار عجیب غریبی که توی زیرزمین نشون دادی ما تصمیم گرفتیم یکم رابطمون رو باهات کم بکنیم. ورونیکا برمیگرده خونه و حالا به خاطر حرفی که اون راهبه بهش زده بود خیلی ترسیده. کتابی که برای راهنمایی ماوراءطبیعی است رو برمیداره و از توی اون یه سری علامت روی کاغذهایی میکشه که به عنوان رفع طلسم حساب میشن. همه رو دور تا دور خونه میزنه بلکه بتونه خواهر و برادرش یه جوری مراقبت کنه. اینم تا الان متوجه شدیم که همه بچه‌ها چند تا بیسیم دارن و وقتی که اطراف خونه میتونن از طریق اون با هم صحبت بکنن. یه رفعه بیسیم ورونیکا صدایی ازش میاد و خواهر کوچیکش داره میگه تو باید من مراقبت کنی چون تو بودی که اون شیطانو به زندگیمون آوردی. ورونیکا با آرومی میره دم پنجره و از چراغ خونه درختی متوجه میشه خواهرش اونجاست، اما همین که به اتاق خواب اونا میاد میبینه سر جاش خوابیده و صدایی که شنیده برای اون نبوده. همین لحظه سایه شیطانی روی دیوار میبینه که سمت خواهرش میره. یه رفعه گردن اونو میگیره و دختر ته دل فریاد میکشه. ورونیکا میدوه سمتش و در حالی که اون روح شیطانی ناپدید شده انقدر خواهرش تکون میده تا از خواب بپره و فریاداش متوقف شن. حالا هر سه تا خواهرها و برادرش بیدار شدند و فکر میکنم ورونیکا بوده که داشت یکیشون رو خفه میکرده. برای همینم هم خیلی ازش ترسیدن، اما ورونیکا قول میده که هیچ صدمه‌ای نمیخواد بهشون بزنه و انقدر اصرار میکنه که تا همشون میان توی پذیرایی کنار هم دیگه میخوابن. اما باز صدای میاد ورونیکا از جاش میپره. سایه ای پشت در پذیرایی میبینه و خیلی میترسه. خواهرها و برادرش هم بیدار شدن. صلیبیو دستش میگیره و در حالی که سایه داره میاد جلو شروع به خوندن یه دعا میکنه. در باز میشه و میبینه فقط مادرشه که اومده بهشون سر بزنه. مادر که میفهمه ورونیکا خواهرها و برادرش رو آورده توی پذیرایی، اونو تنهایی به اتاقش میبره و میگه چرا داری این رفتارهای عجیبو نشون میدی. ورونیکا هم شروع میکنه به تعریف تمام قضیه احضار روح و اینکه میخواسته یه جوری با پدرش ارتباط بگیره. اما مادر به جای اینکه درکش کنه شروع میکنه به دعوا و فریاد کشیدن و میگه که من خسته شدم انقدر در مورد ماوراءطبیعی و روح پدرت صحبت کردی.
اون تموم شده رفته، تو هم با قضیه کنار بیای. سکانس بعد میبینیم که ورونیکا توی اتاقشه که یه دفعه دوتا خواهرش میان و شروع به پریدن رو تختش میکنن. ورونیکا عصبانی میشه و فریادی میکشه و یه دفعه خواهرش میشینن کنارش و با وحشیگری شروع به خوردن دستای اون میکنن. ورونیکا از ته دل فریاد میکشه و خیلی داره دردش میاد که میفهمه اینم فقط یه کابوسه. قسمت عجیبش اینه که چند قطره خون روی تختش میبینه، اما خب بدن خودش این خون نیومده. برای همینم تشکو برمیگردونه و متوجه رد سوختگی دقیقا مخالف همون قسمت خون میشه. بعدم میره پیش برادرش آنتونیتو و میبینه یه کتاب دستش گرفته. میگه تو که خوندن بلد نیستی، برشی دستت. و آنتونیتو میگه یه وقتا بابا میاد و اینو باهام میخونه. ورونیکا عصبانی میشه و میگه اگه یه بار دیگه اومد سراغت، هم گوشت هم چشماتو ببند و شروع کن به فریاد زدن اسم من تا بیام کمکت. ورونیکا فهمیده که جون همه خانواده‌اش تو خطر و برای همینم شروع به بررسی تشک تک تک اونا میکنه و میبینه که پشت همشون یه سری علامت سوختگی وجود داره. حالا خیلی از قبل بیشتر ترسیده و سعی میره مدرسه‌شون تا با همون راهبه نابینا صحبت کنه. از راهبه میپرسه چرا خدا جلوی این روح شیطانیو نمیگیره و راهبه میگه خدا هیچ ارتباطی با این قضیه نداره. تو اومدی اگه جایی که حتی خدا هم توش دست نداشته این شیطان رو وارد زندگیت کرد. تنها راهش هم اینه که مسیری که برای این شیطان ساختی رو از بین ببری. ورونیکا میفهمه باید دوباره بره سراغ همون کتابی که داشت و سری شروع به خوندنش میکنه. چند تا نکته چشمشو میگیره. اولش این که باید کار اشتباهی که کردی رو درستش کنی و دومش هم این که هیچ وقت نباید مراسم احضار روح رو بدون خداحافظی ترک کنیش. کاری که دفعه قبلی به خاطر از هوش رفتن نتونسته بود انجام بده. نه تنها خودش بلکه دوستش هم این کارو نکرده بودن. برای همین هم سعی میره خونه اونا و ازشون میخواد که یه بار دیگه بیان تا این احضار روح انجام بده، چون فقط اونا میتونن این قضیه رو تمومش کنن. البته که دوستاش قبول نمیکنن. ورونیکا خیلی عصبانی میشه و میگه چرا انقدر من فاصله میگیرید؟ و یکی از دوستاش بهش میگه اون روز وقتی که احوال رفتی یه جمله رو مدام تکرار میکردی، اینکه دو روز دیگه قراره دنیا بری، یعنی امروز. ورونیکا خیلی به هم ریخته و اونجا خارج میشه. دیگه هیچ امیدی نداره و حس میکنه که تمام دنیا براش تموم شده. برای همینم هم میره در مغازه مادرش و ازش میخواد که امروز بیاد و وقتش رو باهاش بگذرونه، انقدر دنبال کار و پول نباشه. البته که مادرش قبول نمیکنه و میگه سرم شلوغه نمیرسم. ورونیکا به خونه میرسه و با دیدن خواهرها و برادرش میفهمه که الان نباید تسلیم شه. برای همینم هم یه تصمیم دیگه میگیره. پنجره ها رو میبنده، صفحه احضار روحش رو میاره و خواهرها و برادرش رو جمع میکنه. میگه باید با هم دیگه یه کاری رو انجام بدیم تا همه این قضیه ها تموم شن. میخواد با اونا احضار روح انجام بده و هر کدوم یه کاری میسپره تا برای مراسم انجام بدن. اول از همه با آنتونیتو یه عکسی رو نشون میده که یکی از همون تلسمای محافظته و میگه اینو برو دورتادار خونه بکش. اما خب آنتونیتو سنی نداره، کلا اسکل هم هستش. برای همینم هم شروع میکنه به کشیدن یه علامت اشتباه که برای جذب شیطانه. مراسم هم شروع میکنن. ورونیکا میپرسه روحی اینجا هست یا نه و نشونه زیر دستش روی کلمه آره میره. حالا بی توجه به حرفی که راهبه به ایستره بود و گفته بود باید کار اشتباهات رو درست کنی، فقط به روح میگه که باید ما رو تنها بذاری. حالا نشونه روی کلمه نمیره. ورونیکا فریاد میکشه بهت دستور میدم زمین رو ترک کنی و به جهنم برگردی. به دو تا خواهرش هم میگه همین جمله رو تکرار کنن و از کتابی که کنارش هم هست یه تلسمی رو میبینه که باید همه تمام باهاش بخونن. این کارم انجام میدن و کم کم اتفاقات عجیبی میفته. در اتاق خود به خود بسته میشه و صداهای عجیب تری تو اتاق میپیچه. حالا خواهرها که ترسیدن ساکت میشن و صفحه احضار روح هم دوباره میشکنه. بعدم شروع به حرکت به خارج از اتاق میکنه. ورونیکا که همه چی رو تقصیر خودش میدونه دنبال راه میفته. وارد اتاق خواب ورونیکا میشه و جلوی دوشک تخت اون وامیسته. ورونیکا میره سمتش و چراغ قوه رو روی سوختگی روی تخت میندازه که یه دفعه دستی از اون بیرون میاد و ورونیکا رو میگیره. دختر با کلی زحمت موفق میشه خودش رو آزاد کنه و با سرعت میدوه طرف خواهرش. اما تو این راه کل چراغ‌های خونه خود به خود میشکنن. وقتی به خواهرش میرسه سری تلفن رو برمی‌داره و به پلیس زنگ میزنه و درخواست کمک میکنه. در همین حال هم برادرش آنتونیتو رو میبینه که به آرومی داره طرف در خروجی میره. همین لحظه نیروی شیطانی اونو بلند میکنه و سمت خودش میکشه. ورونیکا هم با سرعت سمت اون میدوه. میبینه برادرش توی دستشویی، اما همین که میره داخل پاش لیز میخوره و یه دفعه بیهوش میشه. وقتی چشماشو باز میکنه برادرش آنتونیتو گوشه ای اتاق نشسته و داره نگاهش میکنه. خواهرای دیگه هم اونجا و ورونیکا میگه باید همین الان از خونه خارج شیم و همه سمت در خروجی میدوئن. یه لحظه میریم پیش مادرشون که همچنان توی مغازه است و میبینه که ماشین های پلیس دارن سمت خونش میرن. برای همینم هم نگران میشه و دنبالشون راه میفته. برمیگردیم پیش ورونیکا. دو تا خواهرش از خونه خارج میشن و یه دفعه میبینه که در خونه قفل شده. خروش تو آینه نگاه میکنه که میبینه اصلا برادری تو بغلش نیست، فقط دستاشو شبیه روانی اونطوری گرفته که میفهمه اینم بازی همون شیطانه. با سرعت برمیگره تو خونه و آنتونیتو رو توی وان حموم میبینه.
دست‌های شیطانی پشت پرده همون معلومند که گرفته آنتونیتو رو سمت خودشون میکشن. همین که ورونیکا میره جلو، گرفته دست‌های شیطان میان بیرون و یه دونه میخوابونن زیر گوشش. سر ورونیکا میخوره تو آینه و همین که داره به خودش میاد، میبینه آنتونیتو از دستشویی خارج میشه و به اتاق خواب میره. رفتارهای ورونیکا خیلی عجیب شدن، به طوری که انگاری حالا کاملا تسخیر شده. انگاری شیطان داره بهش راهو نشون میده و سایه اون رو روی دیوار میبینه که توی اتاق خواب در کمد رو براش باز میکنه. ورونیکا برادرش آنتونیتو رو میبینه که رو زمین نشسته، گوشهاشو گرفته، چشماشو بسته و مدام داره اسم خواهرش رو صدا میکنه. ورونیکا خیلی میترسه. نگاهی به آینه میندازه و میبینیم که تصویر تو آینه‌اش در جاش وایساده و انگاری داره گریه میکنه. حالا همه صحنه‌های اخیر جلوی چشمای ورونیکا میان. میفهمه تمام نیروهای شیطانی در اصل خود ورونیکا بودن. اون لحظه‌ای که داشته خواهرش رو توی خواب خفه میکرده، یا وقتی آنتونیتو توی وان حموم بود و ورونیکا از قصد آب جوشو باز گذاشته بود. تمام این مدت ورونیکا بوده که به عنوان یه واسطه داشته کارهای شیطان رو انجام میده و حالا که به اندازه کافی برای اون انرژی جذب کرده، انگاری شیطان میخواد وارد زمین بشه که یه رفعی همین شیطان رو توی آینه میبینه. یه رفعی تیکه شکسته از آینه رو جلوی گردن خودش میگیره و داد میزنه که اگه منو ولم نمیکنی خودم جون خودمو میگیرم. اما خب شیطان زورش بیشتره و شیشه رو از دست ورونیکا میگیره. بعد میره طرفش و یه بار دیگه کاملا وارد بدن ورونیکا میشه. حالا برمیگردیم به همون سکانس اول فیلم. اون زن میانسالی که اومده بود جلوی در، مادر این بچه‌ها بوده. صحنه ای که کارگاه با دیدنش خوشکش زده بود، ورونیکا که داره از ته دل فریاد میکشه و رفتارهای عجیب و غریبی از خودش نشون میده. یه رفعه نگاهشون به آنتونیتو گوشه اتاق میفته و سری اونو از اونجا خارج میکنن. آمبولانسی هم سر میرسه و پرستارا میان داخل و ورونیکا رو خارج میکنن که مادرش از دیدن اون خیلی ناراحت میشه. همین لحظه نگاه کارگاه به عکسی از ورونیکا رو زمین میفته، اما همین که برش میداره از شدت داغ بودن اون دستش میسوزه و میندازتش زمین. عکس ورونیکا شروع به سوختن میکنه و میبینیم که بیرون از اینجا پرستارها اعلام میکنن ورونیکا جونش رو از دست داده. همین لحظه برقهای خونه روشن میشن و انگاری همه چیز تموم میشه. سکانس آخر فیلم کارگاهو میبینیم که تو اتاقش داره گزارش این اتفاقو مینویسه و قید میکنه که برای اولین بار شاهد یه اتفاق ماوراءطبیعه بودم و اینجاست که فیلم به پایان میرسه. اول از همه بگم من یه سری از سکانس ها رو توی خلاصه فیلم نذاشتم، به خاطر اینکه به نظرم یکی از تجربه های خیلی خوب فیلم دیدنه. من سعی کردم که همه جامپ اسکرهاشو براتون اسپویل نکنم که این تجربه قشنگو از دست ندید، ولی حتما یه بار تجربه کنیدش. نکته دوم این که وقتی در مورد این فیلم صحبت میکنیم، اول از همه پرونده واقعیش میاد که در مورد یه دختری واقعا به اسم استفانیا و حالا توی این فیلم به اسم ورونیکا شناختیمش، اما دقیقاً همین داستان ها پیش اومده و کارگاهی هم که مسئول پرونده بوده برای تمام شدنش پراش میریزه و ثبت میکنه که من به چشم خودم شاهد یه اتفاق ماوراءطبیعه بودم و اولین بار بود که همین چیزی رو تجربه میکردم. دیگه حالا راست یا دروغش رو من نمیتونم تشخیص بدم، به هر حال چیزی که سندش هست و حالا ما میگیم که واقعیه. در مورد محتوای فیلم هم یه سری ها هستن که میگن بحث فمینیستی میگیره، میخواد از این صحبت بکنه که چرا مردها به حرف زنها توجه نمیکنن. نمونش هم همون جایی که ما توی فیلم میبینیم فقط یه مرد توی این جریانات هست و همون برادر ورونیکا، کسی که تو آخر فیلم توی یکی از هیجان انگیزترین صحنه ها گوش و چشمای خودش رو میگیره و نمیخواد چیزی رو ببینه، فکر میکنه اینطوری همه چیز حل میشه. از یه طرف هم توی همه فیلم ها دیدیم که به هیولاها، روحها و اینجور چیزا میگن ایت. دیگه یه چیز خیلی ساده انگلیسی میدونید، به اشیا یا جاندارهای غیر از انسان میگن ایت. این در حالیه که توی این فیلم اون روی که دنبالشون رو با هیم خطاب میکنن، یعنی اوی مذکر. من خواستم اینو به شما انتقال بدم ولی اصلا عقده خودم این نیست. به نظرم یه فیلم کاملا ترسناکه. بحث خب یه چیزیه که مستندش هست، مثل خیلی از سری فیلم های کانجورینگ که میبینیم، فیلم های The Pope Exorcist، چیزهایی که کلا میبینیم از روی کتاب های دست نوشته ها ساخته میشه و میخوام بگم که یه اتفاق ماوراءطبیعه واقعی توی جهان ما افتاده. به هر حال خوشحال میشم نظر شما رو بدونم، حتما برام کامنت بکنیدش. در آخر هم درخواستی ازتون دارم، پیج شخصی من توی اینستاگرام با آیدی زرقام داد هستم که روی صفحه‌ام نوشته میشه مدتی شادوبن شده، یه پست جدید گذاشتم، ممنون میشم برید اونجا و حداقل یک یا دو تا کامنت بذارید تا از این شادوبن در بیاد. دمتون گرم، امیدوارم خوشتون اومده باشه، دوستتون دارم. لایک، کامنت و سابسکرایب یادتون نره. روزتونم کلاسیک.